فصل 14 تجلی بخشیدن و شفاف بودن زیستن واقعیت جدید. وقتی شما تغییر را تجلی می بخشید، در واقع نظم درونی را حفظ می کنید که از هر محرک بیرونی بزرگتر است. این نظم انرژی شما را بالا نگه می دارد و به شما کمک می کند که در واقعیت جدیدتان آگاه بمانید، مستقل از بدن، مستقل از محیط و مستقل از زمان. وقتی به درون زندگیتان قدم می‌گذارید، چگونه خواهید بود؟ در محیط خانواده، در سر کار، در کنار فرزندان و بر سر نهار فردا به خودتان یادآوری کنید. آیا می‌توانید این حالت وجودی اصلاح شده را نگه دارید؟ اگر بتوانید با همان انرژی که زندگیتان را با آن آفریده اید به زندگی ادامه دهید، چیز متفاوتی در دنیایتان ظاهر خواهد شد. این یک قانون است. اگر رفتارهای شما با مقصدتون همسو باشند، اگر اعمالتون با افکارتون برابر باشد، اگر کس دیگری شده باشید، جلوتر از زمان حرکت خواهید کرد. محیط شما دیگه طرز فکر و احساستون رو کنترل نمی‌کنه، بلکه این طرز فکر و احساس شماست که محیطتان را کنترل می‌کند. این یعنی عظمت، عظمتی که همیشه در درون شما بوده است. وقتی ظاهر و باطن شما یکی باشد، می توان گفت که از بند گذشتتون رها شده اید و وقتی تمام این انرژی آزاد شد، از اثرات جانبی این آزادی پدیده ایست به نام شادی. تجلی بخشیدن، زندگی کردن به مثابه خود جدید. وقتی حالت عصبی شیمیایی درون شما آنقدر منظم و منسجم شد که هیچ محرکی در دنیای نامنسجم بیرون نتونست کیسی شما را دچار خلل کند، آنگاه ذهن و بدنتون به هماهنگی رسیدند. حالا شما موجود جدیدی هستید و اگر بتوانید این حالت وجودی یعنی شخصیت جدید را حفظ کنید، آنگاه دنیا و واقعیت شخصی شما این تغییرات درونی را بازتاب خواهد داد. اگر تجلی بیرونی شما با خود درونتان یکی باشد، می توان گفت که شما در جهت تقدیر جدیدی گام نهاده اید. آیا می توانید این تغییر را در زندگی خود حفظ کنید تا بدنتان به همان ذهنیت سابق برنگردد؟ از آنجا که احساسات در سیستم حافظه ناخودآگاه ذخیره می شود، شما باید به صورت آگاهانه بدنتان را با ذهن جدید همسو نگه دارید تا هیچ یک از چیزهای محیط نتواند شما را از نظر احساسی به آن واقعیت قدیم وصل کند. شما باید خود جدیدتان را حفظ کنید و بر آن پافشاری کنید تا هیچ چیز در واقعیت کنونیتان نتواند شما را از آن دور کند. به یاد داشته باشید که وقتی از جلسه مراقبه برمیخیزید، اگر مراقبه را درست انجام داده باشید، از فکر به وجود خواهید رسید. اگر وارد این حالت وجودی شوید، اینکه فکر و عملتان با وجودتون یکی باشه بیشتر خواهد بود. تجلی بخشیدن یعنی اینکه تمام روز آن باشید. تجلی بخشیدن یعنی اینکه شما طوری زندگی کنید که گویی دعاهاتون قبلا مستجاب شدن. یعنی شادی کردن به خاطر این زندگی جدید و به خاطر این سطح از انتظار و هیجان. یعنی اینکه به خود یادآوری کنید که حالت ذهن و جسم شما باید همانی باشد که آرمان جدیدتون رو در آن ایجاد کردید. شما نمی توانید شخصیت جدیدی را در مراقبه ایجاد کنید و سپس مابقی روز را به عنوان همان خود سابق زندگی کنید. این کار مانند اینه که برای صبحانه وعده سالمی بخورید و مابقی روز را صرف خوردن تنقلات و خوراکی‌های مضر کنید. برای اینکه تجربه جدیدی در واقعیت شما رخ دهد، باید رفتارتون با هدفتون همسو باشه. باید افکارتون با اعمالتون همجهت باشه. باید به انتخابهایی دست بزنید که با حالت وجودی جدیدتان سازگار باشند. شما در هنگام تجلی بخشیدن
آن چیزی را که به صورت ذهنی فراخوانی و تمرین می کردید، جسمتان و بدنتان را درگیر می کنید و آن را وادار می سازید که آموخته های ذهنتان را پیاده کند. بنابراین اگر سیگنالی در زندگیتون ظاهر شد، برای اینکه آن را مشاهده کنید، باید در همان سطحی از انرژی زندگی کنید که برای آفرینش از آن بهره گرفتید. به بیان ساده، اگر می‌خواهید کائنات به شیوه‌های جدید و غیرمنتظره جوابتان را بدهد، انرژی و ذهنی که در زندگیتون نشان می‌دهید، باید همان انرژی و ذهنی باشه که در مراقبه و در آرمانتان وجود داشت. تنها در این حالت است که می‌توانید به انرژی که در ورای مکان و زمان خلق کرده اید دسترسی پیدا کنید و با این انرژی در هم تنیده شوید و این گونه است که می توانید رویداد جدیدی را به درون زندگی خود جذب کنید. اگر با هر دو بعد خود همسو شوند، آنگاه خودی که در زندگی کنونی به سر می برد همان خودی خواهد بود که در طی مراقبه ساخته می شود. شما دارید به آن خود آینده‌ای تبدیل می شوید که به مانند یک احتمال بالقوه در میدان کوانتوم وجود دارد. اگر امضای الکترومغناطیسی خود جدید با امضای الکترومغناطیسی کنونیتان یکی باشد، آنگاه شما با تقدیر جدیدتان به وحدت خواهید رسید. اگر جسم شما در همین لحظه با خود آینده‌ای که رویایش را در سر می پروراندید یکی شود، آنگاه تجربه یک واقعیت جدید بر شما ارزانی داشته خواهد شد. این نظم برتر به شما پاسخ خواهد داد. منتظر بازخورد باشید. اگر بتوانید در طول روز حالت اصلاح شده ذهن و جسمتان را حفظ کنید، باید چیز متفاوتی در زندگیتان پدیدار شود. اما چه نوع بازخوردی را باید مشاهده کنید؟ برای مثال، به دنبال همزمانی‌ها، فرصت‌ها، تقارن‌ها، جریان، تغییر بدون زحمت، سلامتی بهتر، بصیرت، الهام، تجربیات عرفانی و روابط جدید باشید. بازخورد جدید شما را ترغیب می‌کند که کارتان را ادامه دهید. وقتی بازخورد خارجی در نتیجه تلاش‌های درونی شما حاصل شد، طبیعی است که شما این رخداد بیرونی را به تلاش‌های درونی خودتان ارتباط خواهید داد. این به خودی خود لحظه شگرفی است. این لحظه به شما نشان می‌دهد که دارید مطابق قانون کوانتومی زندگی می‌کنید. بسیار حیرت انگیز است که این بازخورد نتیجه مستقیم کارهایی است که شما روی ذهن و احساسات خود انجام داده اید. اگر زحمات درونیتان را به تجلیات بیرونی ربط بدهید، آن کارها را به خاطر سپرده و دوباره انجام خواهید داد و اگر بتوانید دنیای درونتان را به این پیامدهای بیرونی ربط دهید، آنگاه دیگر بر اساس علت و معلول زندگی نمی کنید، بلکه در حال ایجاد معلول هستید و واقعیت را به وجود می آورید. چالش پیش روی شما این است: آیا می توانید در محیط بیرونتان همان شخصی باشید که در دنیای درونتان مخصوصا در حین مراقبه بودید؟ آیا می توانید از محیط کنونیتان بزرگتر باشید؟ آیا توانسته اید بدنتان را طوری شرطی کنید و ذهنتان را طوری قالب دهید که از واقعیت پیش رویتان جلوتر باشند؟ به همین دلیل است که مراقبه می کنیم. می خواهیم در زندگی خود کس دیگری باشیم. برنامه خود جدیدتان را در معادله زندگی خود متجلی کنید. در طول روز به خودتان یادآوری کنید که می‌خواهید انرژیتان را در این خود جدید حفظ کنید. سعی کنید در زمان‌های مختلف اوقات بیداریتان آگاه بمانید. می‌توانید خودتان را عادت دهید که یادداشت‌های کوچکی در پس آگاهیتون داشته باشید. برای مثال، من می‌خوام وقتی صبح‌ها دوش می‌گیرم برای جنبه‌های مختلفی از زندگیم شوق‌گذاری کنم. باید در حین رانندگی حواسم جمع باشه. باید سعی کنم در طول مسیر شاد باشم. وقتی رئیسم رو دیدم، به عنوان این خود جدید چگونه خواهم بود؟
میخوام سر نهار لحظه ای وقت بذارم و به یاد بیارم که میخواهم چه کسی باشم. امروز عصر وقتی فرزندانم را دیدم شاد و پر از انرژی خواهم بود و ارتباط خوبی با آنها برقرار خواهم کرد. میخوام وقتی برای خواب آماده میشم کمی وقت بذارم و به خودم یادآوری کنم که چه کسی هستم. سوالات پایان روز. با استفاده از این سوالات می توانید تجلی خود جدیدتان را در پایان روز ارزیابی کنید. امروز چطور بودم؟ چه زمانی مانند سابق رفتار کردم و چرا؟ به چه کسی واکنش نشان دادم و کجا؟ چه زمانی ناخودآگاه شدم؟ دفعه بعدی که چنین می شود چه کار کنم که بهتر باشم؟ قبل از خواب خوب است به این فکر کنید که چه زمانی در روز از آرمانتان فاصله گرفته اید. وقتی متوجه شدید که در کدام بخش از زندگیتون فراموشی بر شما پیروز شده است، این سوالات ساده را از خودتان بپرسید. اگر دوباره این موقعیت پیش بیاد، چگونه متفاوت رفتار کنم؟ و اگر دوباره این موقعیت پیش بیاد، از چه شناخت یا درک فلسفی میتونم برای آن استفاده کنم؟ وقتی به پاسخ مشخصی رسیدید و در آن خوب تأمل کردید، در حقیقت مؤلفه جدیدی را فراخوانی ذهنی کردید و این مؤلفه بخش دیگری از شما را برجسته می کند. شما دارید مدارهای عصبی جدیدی را در مغزتان نصب می کنید و این مدارها شما را برای رویدادی در زمان آینده آماده می کند. این حرکت کوچک به شما کمک می‌کند که مدل خود جدید و بهبودیافتتون رو ارتقا دهید و اصلاح کنید. سپس می‌توانید این را به مراقبه صبح یا شبتون اضافه کنید. شفاف بودن از درون به بیرون. اگر شما شفاف باشید، ظاهر و باطنتون یکسان است و افکار و احساسات درونیتان در محیط بیرونی بازتاب می‌یابند. وقتی به چنین حالتی رسیدید، زندگی و ذهن شما مترادف هم می شوند. این آخرین رابطه ایست که شما می توانید با آفریده های بیرونیتون داشته باشید. این یعنی زندگی شما از تمام جهات بازتاب ذهنتون است. شما زندگی خودتون هستید و زندگیتون بازتاب شماست. اگر همانطور که فیزیک کوانتوم میگه محیط امتداد ذهن باشه، آنگاه زندگی شما طوری سازمان می‌یابد که بازتاب ذهنتون باشه. شفافیت حالتی از خود توانمندسازی است که در آن شما رویای دگرگونی شخصیتون رو تحقق بخشیده اید. شما از تجربه حکمت اندوخته اید و از محیط و واقعیت گذشتتون بزرگتر شده اید. نشانه شفاف شدن اینه که افکار بیش از حد تحلیلی یا انتقادی نداشته باشید. شما دیگه نمیخواهید این گونه فکر کنید. این کار شما را از حالت کنونیتان دور خواهد کرد. لحظه ای خواهد رسید که وقتی این رویدادهای جدید فوق‌العاده در زندگی شما ظاهر شدن، شما میفهمید که این ذهن شما این رویدادها را ایجاد کرده است. در این لحظه بهت و شگفتی شما را فرا خواهد گرفت. وقتی چنین از خود بی خود شدید، از این منظر به تمام زندگی خود نگاه خواهید کرد و خواهید دید که دیگر دوست ندارید چیزی را تغییر بدهید. در این لحظه از هیچ چیز پشیمان می شوید و راجع به هیچ یک از این اتفاقات احساس بدی نخواهید داشت، چون در این لحظه همه چیز براتون منطقی جلوه می کنه. خواهید دید که گذشتتون چگونه شما را به این حالت عظیم رسانده است. در نتیجه تلاش‌های شما، آگاهی ذهن برتر به ذهن خودآگاه شما تبدیل شده است. ماهیت آن در حال تبدیل به ماهیت شماست. شما به نحوه کاملا طبیعی الهی تر شده اید. این وجود واقعی شماست. این حالت وجودی طبیعی شماست. اگر احساسات بقا محور را که فرکانس ذهن و بدنتان را پایین می آورند از حافظه خود پاک کنید، به تجلی الکترومغناطیسی بالاتری دست یافته و فرکانس بالاتری خواهید رسید. این فرکانس شما را روشن خواهد کرد. باید درهای وجودتان را باز کنید تا این قدرت برتر
وارد وجود شما شود. وقتی به چشمه آگاهی متصل شدید و از آن نوشیدید، ممکن است تناقضی واقعی براتون پیش بیاد. به قدری احساس وحدت کنید که دیگر نتوانید چیزی بخواهید. من خودم این تناقض را تجربه کردم. این دوگانگی برام پیش آمد. وقتی به این آگاهی وصل می شدم، گاهی آنقدر حس خوبی به من دست می داد که نمی توانستم به چیز دیگری فکر کنم. آنقدر احساس کمال می کردم که هیچ فکری در نزد من ارزش فراغ و دوری از این آگاهی را نداشت. تناقض این حالت در این است که شما می خواهید به آن برسید تا آفرینش را شروع کنید. اما همین که به آن رسیدید، ناگهان پی می برید که دیگر به هیچ چیز نیاز ندارید. چون آن فقدان و تهی بودن که منشأ آرزوس از بین رفته و جای خودش را به احساس کمال داده است. در نتیجه در این حالت فقط می خواهید در این حس توازن، عشق و انسجام باقی بمانید. این به نظر من سرآغاز عشق حقیقی و بی‌قید و شرط است. اما وقتی بدون نیاز به امور بیرونی، عشق به حیات و زندگانی وجود ما را فرا می‌گیرد، ما احساس وارستگی را تجربه می‌کنیم. وارستگی یعنی وابسته نبودن به مؤلفه‌های بیرونی. احساس وارستگی به حدی منسجم است که اگر بخواهیم در این حالت راجع به دیگران قضاوت کنیم، نسبت به زندگی واکنش احساسی نشان دهیم و این حالت را تغییر دهیم، در واقع خودمان را به خطر انداخته ایم. در این حالت آن آگاهی برتری که همه ما به آن وصلیم از ما خارج می شود و تمام وجود ما می شود تجلی از آن. ما از بشریت به سمت الوهیت حرکت می کنیم. بیشتر به آن شبیه می شویم. بیشتر عشق می ورزیم. هوشیارتر می شویم. قدرتمندتر می شویم. سخاوتمان بیشتر می شه. عزممان جزمتر می شه. مهربانتر و سالمتر می شویم. این همان ذهن الهی است. همچنین اتفاق شگفت‌انگیز دیگری نیز برای ما می افتد. وقتی به این احساس متعالی و به این شادی دست یافتید، آنقدر حس خوبی را تجربه می کنید که دوست دارید احساستان را با دیگران قسمت کنید. چنین احساس خارق‌العاده‌ای را چگونه با دیگران قسمت کنیم؟ بخشندگی. با خود می گویید آنقدر احساس فوق‌العاده‌ای دارم که می خوام شما نیز این احساس را تجربه کنید. پس شروع می کنید به بخشندگی تا دیگران نیز بتوانند نعمتی را که در درون شما تجلی پیدا کرده است حس کنند. شما از خود بی خود شده اید. تصور کنید که دنیا چنین جایی شود. اگر بتوانید از این نظم کامل درونی واقعیت جدیدی را به وجود بیاورید، باید بدانید که حالت وجودی شما دیگر از خواسته و تمناتون جدا نیست. شما با آفریده خود در وحدت کامل به سر میبرید. مانند این است که به بهترین جای توپ تنیس ضربه بزنید و یا ماشینتان را طوری کنار ماشین بغلی پارک کنید که آینه ها چند سانتی متر از هم فاصله داشته باشند. حس خوب و درستی است و شما می دانید که درست است. من مراقبه روزانه‌ام را اینطور تمام می کنم. حالا چشم خود را ببندید. آگاه شوید که هوش الهی وجود دارد که در درون شما و در اطراف شماست. به یاد داشته باشید که این هوش الهی واقعی است. به این فکر کنید که این آگاهی دارد به شما توجه می کند و از نیت شما آگاه است. پس به یاد بیاورید که این همان آفریننده است که در ورای مکان و زمان وجود دارد. پس اگر این آگاهی واقعی است و وجود دارد، از آن نشانه‌ای بخواهید تا بدانید که با آن وارد ارتباط و تماس شده اید. به آفریننده بگویید اگر امروز به نحوه‌ای از توی آفریننده تقلید کردم، بازخوردی برای من ارسال کن تا بدانم که متوجه تلاش‌های من هستی. این بازخورد را طوری ارسال کن که اصلاً انتظارش را نداشته باشم و مرا از این خواب غفلت بیدار کند و شکی برایم باقی نگذارد که از سمت تو آمده است، تا ترغیب شوم
که فردا نیز همین کار را انجام دهم. بیایید نکته ای را از فصل مربوط به شمای کوانتومی مرور کنم. اگر بازخورد دریافتی برای شما قابل انتظار یا قابل پیشبینی باشد، پس چیز جدیدی نیست. تسلیم این وسوسه نشوید که به چیزی در ژرفای دلتان میدانید آشنا و مانوس است، برچسب بداعت و تازگی بزنید. در زندگی جدیدتان باید شگفت زده شوید. نه از آنچه برایتان پیش آمده، بلکه از اینکه چطور برایتان پیش آمده است. وقتی شگفت زده شدید، از خواب غفلت بیدار می شوید و بدیع بودن این رویداد چنان هیجانی در وجود شما جاری می کند که تمام توجهتان جلب آن می شود. از احساسات عادیتون بالاتر می روید. برای اینکه شکی باقی نماند، این رویداد باید آنقدر جالب و فوق‌العاده باشد که متوجه شوید کارتان واقعاً جواب داده است. باید مطمئن باشید که این رویداد غیرعادی از سمت ذهن برتر آمده است و نمی‌تواند چیز دیگری باشد. تجربه نهایی. اکنون شما با آگاهی برتر وارد رابطه شده اید، چون او دارد با شما حرف می‌زند و فقط شما هستید که می‌دانید آنچه در درون انجام می‌دهید بر بیرون شما نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی به این مسئله پی بردید، باید ترغیب شوید آن کار را روز بعد نیز انجام دهید. حالا شما می‌توانید از احساس این تجربه جدید انرژی بگیرید و نتایج بعدیتان را با آن بیافرینید. مانند دانشمند یا کاشفی که روی زندگی خود آزمایش انجام می‌دهد و نتایج تلاش‌های خود را اندازه‌گیری می‌کند. هدف ما در زندگی این نیست که خوب باشیم، خدا را راضی کنیم، زیبا باشیم، محبوب باشیم و یا موفق شویم. هدف ما این است که آن نقاب‌هایی را برداریم که نمی‌گذارد هوش برتر در ما جریان پیدا کند و ذهن برتر در ما متجلی شود. ما باید از تلاش‌های خلاقانه خود قدرت بگیریم و پرسش‌هایی مطرح کنیم که ما را به سمت یک تقدیر غنی‌تر سوق دهند. ما باید به جای سناریوی بدترین حالت انتظار سناریوی معجزه آسایی را داشته باشیم و طوری زندگی کنیم که گویی این قدرت به نفع ما کار می‌کند. اگر به امور غیرعادی بیاندیشیم، به دستاوردهای خود در زمینه استفاده از این قدرت نادیدنی فکر کنیم و ذهنمان را به روی امکانهای بیشتری بگشاییم، وجودمان به کمال میرسد و جای بیشتری برای تجلی این ذهن در درونمان باز میشود. برای مثال، اگر شما بتوانید بیماری خودتان را بهبود بخشید، طبیعی است که پرسش‌های مهمتری براتون پیش خواهد آمد، مانند اینکه آیا می توانم با لمس کردن کس دیگری را بهبود بخشم؟ و اگر موفق به این کار شوم، آیا می توانم عزیزانم را از راه دور بهبود بخشم؟ وقتی به این امکان تسلط پیدا کردید و ماده فیزیکی درون آن شخص را تغییر دادید، می توانید بپرسید آیا می توانم چیزی را از عدم خلق کنم؟ چطور می توانیم پیش برویم؟ این ماجراجویی پایانی ندارد. تنها محدودیت که برای ما وجود دارد پرسش‌هایی است که مطرح می‌کنیم، شناختی است که کسب می‌کنیم و قدرتی است که در گشودن ذهن و قلب خودمان داریم.